ما پیش از هر چیز میریم به اسرائیل، جایی که بابک یساقی از تل آویو و ماست و همینطور در کنگره آمریکا با آرش علایی دیگر همکارم همراه میشیم. بابک، همزمان با این تنش هاست که بنیامین نتانیاهو به مرزهای شمالی اسرائیل سفر میکنه، چه جزئیاتی میدونیم؟ سفر نخست وزیر اسرائیل به شمال اسرائیل تا شاید یک ساعتی پیش پنهان نگه داشته شده بود، شاید به خاطر اینکه در موقعی که آقای نتانیاهو اونجا هست حزب الله موشک به سوی اونجا پرتاب نکنه. در هر صورت دقایقی پیش بیانیه‌ای هم خود دفتر نخست وزیری انتشار داد و گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مرز با لبنان امروز حضور پیدا کرده از فرماندهی شمال و فرماندهان و سربازانی که در اونجا بودن در اونجا دیدار کرده، با اونها صحبت کرده و در اونجا گفته که من اینجا در مرز لبنان هستم و می‌بینم که چه کار بزرگی شما انجام میدین. او به حمله به حزب الله در چند روز پیش اشاره کرد، حمله بزرگ اسرائیل، و گفت که چند روز پیش حمله غافلگیرانه حزب الله به اسرائیل را ما خونسا کردیم، ما هزاران راکت کوتاه بود را که به سمت گلیل و جولان هدف گرفته شده بود منهدم کردیم. نتانیاهو دو بار تکرار کرد هزاران موشک، زیرا پیش از این حزب الله گفته بود که حتی یک موشک هم نتوانستند که اسرائیلی ها در خاک لبنان منهدم بکنند. او گفت که تمام پهپادهایی را که به سمت کشور اسرائیل پس از اون پرتاب شده بود، حتی به سوی مرکز تل آویو، ما خونسا کردیم. این مسئله را یک موفقیت بزرگ دانست نتانیاهو. او گفت اما همه اینها کافی نیست، این پایان ماجرا نیست، من شعار نمیدهم ولی یک هدف ملی دارم و این که این هدف ما که دور کردن حزب الله از مرزهای اسرائیل هست را به اون دست پیدا بکنیم و بتوانیم که خانواده ها و مردمی را که از مرز با لبنان بیرون اومدن و در هتل ها هستن را به خانه های خودشون برگردونیم. همچنان حملات هدفمند اسرائیل در داخل لبنان هم ادامه داره، تقریبا هر روزه دو سه بار این حملات انجام میشه. اما حمله‌ای که امروز انجام شد یک اتومبیل بود که در مرز لبنان و سوریه مورد هدف قرار گرفت، که در اون همونطوری که گفتی 4 نفر از اعضای ارشد فلسطینیانی که در لبنان فعالیت میکنن به ویژه جهاد اسلامی در اونجا حضور داشتن. دقایقی پیش باز صدای آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومد و به نظر میاد که واکنش حزب الله به این حمله شروع شده. اما آرش، بعد از اینکه حزب الله عملیات انتقام جویانش رو اونطور که خودش گفت مرحله اولش رو انجام داد، بیشتر نگاه ها متوجه جمهوری اسلامی ایران شد و انتقامی که او وعدش رو داده. اما همه اونجا در ایالات متحده هم به نظر میرسه متفق القولن که حالا کار برای جمهوری اسلامی هم پیچیده شده. تحلیل ها در آمریکا این است که اون حمله ای که مستقیم در ماه اپریل انجام داد جمهوری اسلامی، که در اون 300 تا موشک و پهپاد رو شلیک کرد از داخل خاک ایران به سمت اسرائیل، نشون داد که چقدر فناوری‌های جمهوری اسلامی ضعیف است. خیلی از این موشک‌ها نه تنها به هدفشون نرسیدن، حتی به اون کشوری که قرار بخورن اصابت نکردن. بعضیشون در اردن فرود اومدن، بعضیشون در دریای مدیترانه فرود اومدن. بیشتر اون پهپادها روی هوا منهدم شدن قبل از اینکه حتی به حریم هوایی اسرائیل برسن. و الان تحلیل‌ها این است که بعد از این حمله آخری که به صورت پیشگیرانه اسرائیل انجام داد علیه حزب الله، اونجا هم دیدیم که فناوری‌های جمهوری اسلامی نمی‌توانند از سیستم‌های دفاعی اسرائیل رد بشود. جمهوری‌خواهان می‌گویند که واضحاً برای ایران سخت خواهد بود که بخواهد به اسرائیل این گونه ضربه بزند، راه‌های دیگری را احتمالاً امتحان خواهد کرد. صحبت‌هایی که الان در مورد آشوب در منطقه کرانه باختری می‌شود، در مورد اینکه تعداد زیادی از گروه‌هایی که نزدیک جمهوری اسلامی هستند در مناطق خودگردان فلسطینی یواش یواش دارن خودشون رو برای درگیری آماده می‌کنن، بعضی‌هاشون گفته می‌شود برای عملیات استشهادی، در آمریکا می‌گویند جمهوری اسلامی احتمالاً برمیگردد به همین تاکتیک قدیمی که قبلا هم جواب داده است، به صورت استشهادی، یا بخواهند به مردم عادی اسرائیل ضربه بزنند، یا بیان در بعضی از مناطق بخواهند درگیری به وجود بیارن با شهرک نشینان اسرائیلی و شاید به منافع اسرائیل در بقیه کشورها ضربه بزنند.
در این حال هم آرایش نظامی امریکا در منطقه بسیار محکم هست. هنوز دو ناوگروه هواپیمابر در منطقه حضور دارن، هنوز یک ناو زیردریایی اتمی با توانایی پرتاب موشک‌های کروز حضور دارد، تعداد زیاد جنگنده‌های مختلف از F-18 گرفته تا جنگنده‌های رپتور F-22 تا F-35 هایی که قابلیت رادار گریزی دارند. فعلا به نظر می‌آید ایالات متحده به خاطر نوع آرایش نظامی که در منطقه داشته، تحلیل‌ها در واشنگتن رو می‌گوید که باعث شده است که جمهوری اسلامی هم در اینکه بخواهد چگونه حمله متقابل خودش رو انجام بدهد در حال تجدید نظر است. با این حال واشنگتن رد نمی کند که احتمال دارد جمهوری اسلامی در طول چند روز چند هفته آینده دست به نوعی از حملات محدود علیه اسرائیل بزند. بسیار ممنونم از هر دو شما، آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن و همکارم بابک اسحاقی که از تل‌آویو بود.